خب خیلی ممنون بارد سلام شب بخیر خدا شب یادگاه ایزو از با بکی دیگر و به 90% خوش ایزو هستیم. خب حبزه که همه جا صحبتش بود هفته که گذشت یه اتفاقات عجیب و غریب تو فوتبال ما در هفته که بود گذشت، حالا ما یکی از طرفین این اتفاقات رو اینجا دعوت کردیم که حتما دیگه الان متوجه شده دیگه که حتما آیه اتوزو غرفه که نارید آیه محبت فابریتو ده خواهش میکنم اتوزو میدید. من هم سلام عرض میکنم به بیننده های محترمتون. آیه چه وقت برای ما نمیده بودید؟ به هر حال همه میدونن من روک حرف میزنم و به خاطر اون اختلاف نظرهایی که با داشتم و دارم نمیخواستم بیام تو این برنامه. به هر حال به خواست مردم اومدم. فوتبال ما همینه، آدم های کوچیک توش. خیلی ممنون از این همه این ابراز احساسات و در اینکه یه حس دو طرفه این شک نکنید درش، ولی ما بخاطر اینکه به مردم متوجه باشه یه سری شبهاتی که هست برطرف بشه ما بشه در خدمت شما خواهیم بود ولا غیر. حالا میتونید توضیح بدید که در خدمت شما هستیم، در خدمت مردم به حال باید بدونن همه چی ببینن. درسته، خب تو این هفته یه سری حواشی بود که میگه آقا بچه های ما یه گذشته کوتاهی آماده کرده که با هم میریم و میبینیم چه اتفاقی افتاده. ما فوتبالی نباختیم، شما برو یه بار دیگه فیلم بازی ببین، شما حتما یه بازی دیگری دیدی. من واقعا به اونایی که میخواستن تیم من به بازی تبریک میگم. فوتبال ما همینه، بچه های من از جون مایه گذاشتن اما زورشون به سکوها نرسید. من واقعا ممنونم از بچه همون از جون مایه گذاشتن اما نتونستن زورشون به آقایون نرسید. من آقایون افشا میکنم، من جام خطبو بمیارم آقای چودن چی شد که باختیم؟ دیگه فوتبال ما همینه، واضحه دیگه. بعد بگم براتون، ما به تیم حریف نباختیم، ما به سکوها باختیم. ما به تیم حریف نباختیم، به سکوها باختیم. دیگه فوتبال ما همینه، همه میدونن اینو. پر آدم کوچولوه، اما من تسلیم آدم کوچولوها نمیشم. آقا قول داره همش دست آقایونه، من آقایونه افشا میکنم، من آقایونه افشا میکنم. اینا جمعونهای من زحمت کشیدن. فوتبال ما همینه. من به آقای شادامیان تبریک میگم، فوتبال با همینه. اونا مرد بودن، اونا مرد بودن، اون وقت یه سری مرد بودن، اون وقت زن بودن، اونا یه سری بچه بودن، اونا مرد بودن، اونا بچه. من واقعا من برای فوتبال متاسفم، من از این فوتبال میرم. اونا مرد بودن، اونا هم زن بودن، اونا هم بچه ها بودن، اون زن سکوی خانه بودن. من از این فوتبال میرم، به جان خودش وردی فوتبال میرم. اونا مرد بودن، اونا زن بودن. آیا فامیلی چونه داستان عشقای شما چیه؟ میشه یه توضیح بدید؟ خیلی مبهم هست برای ما. داستانی نداره، من فقط میخوام حق تیمم خورده نشه. تم آبا شما با گریه حق تیمتون نمیزه خورده بشه؟ من کجا گریه کردم؟ شما بگو قادر جان. من ما الان هر کجا گریه نکرد، ما هر تصویری توی رسانه ها هست از توی در حال گریه کردنید یا بغض گریهتون گرفته یا اینکه کلم یه چی جاریه. من گریه نمی کنم، روزی گریه کنم. شما یه نمونهش نشون بده به من. کل ایران دیدن آیه فامیلی. نه دیگه، من تو عمرم یه بارم گریه نکردم. اصلا هیچ وقت. من این کار اون آدم های کوچیکه که رو سکون هستن، اون آدم کتولا فوتبال ما همینه. ما هم یه مشکلی داریم، ولی من هم به بابا کنون همیشه گفته من گریه نمی کنم. آده جان
من داشتم پیاز پوست میکردم، یعنی تو اون کنفرانس هم که دیدی داشتم گریه میکردم، در واقع گریه نمیکردم، اونجا هم داشتم پیاز پوست میکردم، پیاز خرد میکردم، چون وقت ندارم، مجبورم که هرچی که هستن این پیازها رو خرد کنم، حاضر کنم، به حال چیکار کنم؟ فوتبال ما اینه، میخوام دست آقایی رو ببوسم، نمیتونم، من آدمی نیستم دست ببوسم. من به شما تبریک میگم، ولی آقا بوی پیاز رو در آوردی، گند رو انداختی، بعد خب این که شما خود کفا باشید که بد نیست، ولی من آقایی رو افشا میکنم. خب این که بحث افشاگری ها همیشه شما زبان زد بوده کارات، ولی آشه رشته رو یه قاسی فریاد پیا گذاشت. جان آقا الان دارم مغازه است داره لپتاپ پوست میده. یه تو جام زدی یه سوپ خوردی توش مو بود آقا. آش رشته های خوبی داره. آش رشته های خوبی نمیتونم برم از این اون خواهش کنم که به من تیم بدن که نمیتونم دست کسی بزنم. الان بس تبلیغاتون هم موقع بازار اینا موقع نهار بازار میبعدی دیگه آره. خواهد گفته بود تبلیغات بعدی بزنم. آقا پس دوستان اگه آش میخورم بگم چند نفر